منم خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. با نقل از فیسبوک شادا و مینه بگزاد. پس لرزه های تقسیم قدرت، پیرمرد تنبان خود را کشید. قومگرایی به اوج خود رسیده، پیرمرد که در اعتراض به تقسیم قدرت بین اقوام خود را لخت کرد. چرا حکومت چنین افراد متعصب را بازداشت نمی کند؟ این آزادی بیان نیست، بلکه سلب آزادی دیگران است. همچنان با نقل از فیسبوک حفیظ الله نظری، مزایده حاجی حسن احمدزی باشنده دندغوری بغلان و پدر جناب مامور احمدزی وکیل مردم بغلان در پارلمان و از گرفتن رتبه مارشالی عبدالرشید دوستم ناراحت شده و شاید تقسیم حکومت با دکتر عبدالله هم خوشش نیامده و تا گرد همایی بزرگ کالای خود را کشید، حتی از خانم هایی که داخل تالار بود حیا نکرد، نیکر زرد به تنش ماند. همچنان در یک خبر دیگر، مارشال عبدالرشید دوستم: من مارشالی را به عذرزاری نگرفتم، بلکه حق من بود. از زمان داود خان تا کنون در عمق قضایا هستم و همه رازها در نزد من است. همچنان وای در بخش دیگر از مصاحبه اشونین گفت: من دکتر صاحب نجیب را حرمت و احترام دارم و در قضایا بسیار عمیق صحبت می کردیم. همچنان مارشال دوستم: صلح جنگ افغانستان را پایان نخواهد داد. مارشال عبدالرشید دوستم می گوید که با وجود آغاز گفتگوهای صلح، جنگ در کشور پایان نخواهد یافت، زیرا به گفته او شبکه حقانی حاضر نیست به جنگ پایان داده شود. با گزارش اسپوتنیک، مارشال عبدالرشید دوستم پس از کسب رتبه مارشالی در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیونی یک میگوید که ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، ملا برادر معاون سیاسی این گروه و ملا فاضل عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر با آمریکا به توافق رسیدند که از جنگ دست برمی‌دارند. از سوی هم آقای دوستم می گوید که شبکه القاعده و گروه داعش را در افغانستان شبکه یقانی رهبری می کند و این شبکه حاضر به پایان دادن جنگ نیست. کارنامه های آقای دوستم در 4 دهه گذشته پر از فراز و نشیب است. برخی او را به نقض حقوق بشر متهم می کنند و هوادارانش او را قهرمان می دانند. اما در اوضاع پیچیده افغانستان تمام طرف ها به حرف های مارشال دوستم گوش می دهند. تازه ترین حرف او این است که او به 6 ماه فرصت نیاز دارد تا طالبان را سرکوب کند. جنجال تقسیم قدرت در آستانه مذاکرات بین الافغانی. هرچند علت تأخیر مذاکرات بین الافغانی اختلاف ها بر سر رهایی 592 زندانی طالب عنوان شده است، اما اختلافات حکومت بر سر نهایی سازی لست نامزد وزیران و تطبیق مواد توافقنامه سیاسی میان دو طرف تشکیل دهنده حکومت نیز می تواند باعث عدم آمادگی های لازم برای برگزاری این مذاکرات باشد. در کنار آن، این جدال ها در زمانی که باید صدای واحدی از عدالت حکومت بلند شود به وجود آمده است. لست نامزد وزیران نهایی نشده است. پارلمان بار بار از حکومت درخواست کرد تا نامزد وزیران حکومت جدید قبل از فرا رسیدن رخصتی های تابستانی وکیلان به پارلمان معرفی شوند. طوری که دیده می شود هنوز بر سر اعضای کابینه توافق نظر به وجود نیامده و اختلاف نظرها ادامه یافته است. هر و سپیدار بجای آمادگی های لازم برای مذاکرات بین الافغانی هنوز بر سر اعضای کابینه، معینت ها و ولایات چانه زنی دارد و این چانه زنی ها در شرایط کنونی که بحث مذاکرات صلح در سطح منطقه و دنیا مهم پنداشته می شود به نفع دولت و مردم افغانستان نیست. همچنان در خبر دیگر، منابع: اختلاف روی 3 نامزد وزیر سبب تأخیر در اعلام کابینه شده است. منابع می گویند که نوررحمان اخلاقی، مصطفی مسعود و معصومه خاوری از چهره های سن که ارگ به حضور آنان در کابینه جدید مخالف است. منابع به تلونیوز می گویند که اختلاف روی 3 نامزد وزیر معرفی شده از سوی دکتر عبدالله سبب تأخیر در اعلام کابینه شده است. در همین حال، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در حالی که از چهره های مشخص نام نمی گیرد، اما می گوید که ریاست جمهوری بر معرفی افراد و واجد شرایط از سوی آقای عبدالله تاکید می ورزد.
آقای صدیقی در این باره بیان داشت: اگر خدای نخواسته این معیارها در نظر گرفته نشود، ما به یک مشکل روبرو خواهیم شد، چون مسئله ثبات سیاسی است، مسئله توقع مردم از حکومت فیدی است. اما فریدون خوزون سخنگوی دکتر عبدالعبدالله میگوید کسان را عبدالعبدالله به کابینه حکومت جدید معرفی کرده با معیارهایی که قانون اساسی مشخص کرده برابر هستند. آقای خوزون میافزاید افرادی که معرفی شده افراد شایسته تر، نخبه تر و بلد به سیستم اداری افغانستان و جامعه افغانستان است. ارگ و سپیدار چهره هایی را که بالای آنان انتقاد وجود دارد همگانی نمی سازند. پیش از این منابع گفته بودند که عبدالعبدالله 12 تن را همچون نامزد وزیران برای کابینه جدید معرفی کرده است. منابع دیگر حالا میگویند که نوررحمان اخلاقی، مصطفی مستور و معصومه خاوری از چهره های هستند که ارگ به حضور آنان در کابینه جدید مخالف است. سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: ترس بسیار کلان از این داریم که روزی دیگر امریکا به ما جواب بدهد که شما لیاقت این را ندارید که مذاکره کنید. بر بنیان توافق سیاسی که در حدود دو ماه پیش میان محمد اشرف غنی و عبدالعبدالله امضا شد و بر مبنای آن حکومت جدید شکل گرفت، قرار است نصف کابینه از سوی آقای عبدالعبدالله معرفی شود. انتقاد سیاستگران از دکتر عبدالعبدالله: تا کنون برای صلح کاری انجام نشده است. شماری از سیاسیون میگویند که آقای عبدالعبدالله مسئولیت رهبری یک روند بزرگ ملی را عهده‌دار گرفته است، اما تا کنون در این روند کاری انجام نداده است. شماری از سیاستگران روز دوشنبه 23 سرطان میگویند که تا کنون عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نتوانسته است وظیفه خود را به درستی انجام بدهد. این سیاستگران میگویند که بر بنیاد توافق سیاسی حکومت جدید آقای عبدالعبدالله مسئولیت رهبری یک روند بزرگ ملی را عهده‌دار است، اما تا کنون در این روند کاری انجام نداده است. بر بنیاد توافق سیاسی شورای عالی مصالحه ملی به شمول دو معاون دسته انتخاباتی آقای عبدالعبدالله باید 5 معاون داشته باشد، اما تا کنون از سرنوشت 3 معاون دیگر آقای عبدالعبدالله خبری نیست. توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت تازه نزدیک به دو ماه پیش میان رئیس جمهور غنی و عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به امضا رسید. بر بنیاد این توافقنامه آقای عبدالعبدالله بیشترین نقش و صلاحیت ها را در پیوند بر روند صلح دارد. تثبیت، تصویب و رهبری امور صلح بخش از صلاحیت ها و وظایف عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در روند صلح است. سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: کل کار را یا وزارت خارجه می کند یا ریاست امنیت می کند یا بالاخره شورای امنیت می کند. در این بین وظیفه دکتر عبدالعبدالله نامعلوم است که وظیفه او چیست. پیش از این آقای عبدالعبدالله تکمیل کابینه را برای آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی مهم گفته بود. عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفت: ما در اعلام کابینه تازه و پیشرفت‌های دست یافته‌ایم و پس از آن اعضای شورای عالی مصالحه ملی اعلام خواهد شد که این کار به ماموریت تیم مذاکره کننده کمک می‌کند و آن را پشتیبانی می‌کند. منابع به ترونیوز میگویند که عبدالعبدالله روزهای پیش نام های 12 نامزد وزیر و نامزد ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را بر ریاست جمهوری فرستاد، اما اکنون سخنگوی عبدالعبدالله میگوید که این فهرست فرستاده نشده است. عبدالرؤوف شپون مجلس نمایندگان گفت: برای دکتر صادق عبدالعبدالله میگویم که تو برای مردم پاسخگو هستی. تا کنون که ما مشاهده میکنیم و یک ثبوت پیش کنند و بگویند که برای صلح چه کرده است. هیچ کار برای صلح نکرده است، تنها برای به دست آوردن منافع شخصی خود درگیر است. در این میان شما را از شهروندان کشور روند صلح را از اولویت های آقای عبدالعبدالله نمی دانند و می گویند آقای عبدالعبدالله سرگرم کارهای فرعی است. وحید باشنده کابل گفت: شورای عالی مصالحه نمی خواهد کار کند، در واقعیت آنها مصروف معامله کردن هستند. یا سر حبیبی باشنده کابل گفت:
دکتر صاحب عبدالله نمی فهمند که مصروف چه کارهای هستند، چون تا کنون کارهای عملی از طرف شورای علی مصالحه صورت نگرفته است. حکمت باشنده کابل گفت: تا کنون به کدام گام مثبت به صلح نرسیده ایم. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.